با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه و دمتون گرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. دوستان، همونطور که تو برنامه گذشتم خدمتون گفتیم و احتمالاً این روزا خبراشو هم خودتون زیاد دیده و شنیده باشین، حملات گسترده و موفقیت آمیز پهپادهای شاهد 136 یا همون گل شمدونی به ناتو و متحداش هست که اونا رو بدجوری انگوش به دهن گذاشته. البته یه عده غربگدای متوهم هم از این قافله عقب نموندن و تا جایی که تونستن سعی کردن پهپادهای شاهد رو کم اهمیت نشون بدن. واقعا من نمیدونم که اینا با چه روی این چیزها رو تو فضای مجازی به اشتراک میذارن. به هر حال، حالا به کوری چشم این جماعت میخوام چند تا نکته خیلی خفن در مورد این پهپادها بگم که آکانتای میلیتاری نظامی روس‌ها به اشتراک گذاشتن. و دقت کنین دوستان، همین اول بگم که این صحبتایی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم رو واسه این جماعت نفرسین که حسابی سوزشی میشن. عرض کنم که طبق گفته آکانتای میلیتاری روس، اینطور که به نظر میرسه پهپاد شاهد 136 کاوندی حرارتی یا دوربینی که خودش به صورت خودمختار هدفی رو در میدان جنگ کشف و حمله کنه نداره، بلکه حملات این نوع پهپادها توسط یک پهپاد رهبر از خارج از محدوده نبرد در نظر گرفته و اجرا میشن، به این صورت که مختصات به شاهد 136 داده میشه و بعدش رو هدف قفل میکنه. این پهپاد رهبر حالا میتونه شاهد 129 یا اورلان روسی یا مهاجر 6 باشه که به نظر بنده و با توجه به شواهدی که وجود داره که در ادامه خدمتتون خواهم گفت، امکان استفاده از مهاجر 6 خیلی بیشتره. به هر حال عدم استفاده از دوربین یا کاونده رو روس‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران میدونن که تهیه و ساخت این دوربین‌ها در تعداد انبوه واسه ایران خب مشکل داره. در واقع تو اینجا به جای تجهیز 1000 تا پهپاد به دوربین، از یک پهپاد رهبر واسه هدفگیری اهداف گوناگون استفاده میشه که کار بسیار هوشمندانه، مخصوصا با توجه به کاهش هزینه که در شرایط فعلی نبرد روسیه اوکراین خیلی خیلی مهمه هست. بنابراین طبق این اطلاعات، نسخه تحویل داده شده شاهد به روس‌ها ضعیف‌تر از اون چیزی هست که در خود ایران در حال حاضر داره استفاده میشه. تو این پهپاد در حال حاضر در اختیار ارتش روسیه از تصویرساز حرارتی یا هوش مصنوعی هم خبری نیست. به همین دلیل خرید احتمالاً بیش از 1000 فروند شاهد 136 از سوی روسیه در این تعداد و با این سطح فناوری اینطور بیشتر هم قابل درکه. البته ممکنه که از این پهپاد نسخه پیشرفته تری هم تحویل داده شده باشه یا خواهد شد. دیگه شما فکر کن نسخه پیشرفته ترش برسه دست روس‌ها، بر سر این خودتحقیرها چه خواهد آمد؟ دوستان، لازم به ذکره که روس‌ها البته از شاهد 136 حتی بدون استفاده از پهپاد رهبر هم استفاده می‌کنند. در این صورت که شاهد 136 مثل یه موشک کروز رو هدف ثابت از پیش تعیین شده، مثل حمله به پایگاهی یا زاغه مهماتی که مختصاتش هم به نحوه‌ای از پیش معلوم هستن استفاده میشه. اما به طور طبیعی حملات به صورت گروهی متشکل از پهپادهای انتحاری و شناسایی به گفته روس‌ها انجام میشه که توسط یه ایستگاه زمینی کنترل میشن. از اونجا که مهاجر 6 در سواحل اوتسا چند روز پیش به دلیل نقص فنی سقوط کرده بود، میشه گفت که این حرف کاملا صحت داشته باشه و به این ترتیب باید گفت که دیگر پهپادهای ایرانی هم کاملا عملیاتی و در صحنه نبرد حضور دارند. همچنین باید عرض کنم که روسا علاقه دارن به دلیل کشف سخت شلیک پهپاد از این پهپادهای انتحاری به جای موشک‌های کروز استفاده کنن. در واقع ارتش اوکراین به سختی زمان واسه واکنش خواهد داشت. همچنین باید بگم که روسا در حال یادگیری کار با پهپادهای ایرانی هستن و به مرور زمان با کسب تجربه بیشتر از این جنگ افزارها بهتر، دقیق‌تر و البته کشنده‌تر، مخصوصا برای عملیات‌های پهپادی پیچیده‌تر استفاده خواهند کرد. در صورت روسا اینطور که از آکانتای گوناگون روسی میشه برداشت کرد، از این پهپادها خیلی خیلی راضی و خرسندن و به گفته اونا مشکل بزرگی رو واسه ارتش روسیه حل کرده. در نهایت باید بگم که عملکرد این پهپاد انتحاری در روسها و هفته‌های آینده در اوکراین احتمالاً با تغییر برخی پارامترها در میدان جنگ بسیار جالب‌تر از اینها خواهد بود. اما اول ویدیو اگه یادتون باشه گفتم که احتمال استفاده مهاجر 6 به عنوان پهپاد رهبر تو این عملیات ها خیلی زیاده. اینم سندش. We'll be right back.
پهباده ایرانی که اخیراً به روسیه تحویل داده شده، یه ستون زرهی کامل از ارتش اوکراین رو منهدم کردن. نکته مهم این پهباد که مورد توجه خیلی ها قرار گرفته، اپتیک این پهباده، به طوری که مهاجر 6 ایرانی با استفاده از اپتو الکترونیک ساخت ایران که در عمل میشه چیزی حدوداً زوم 60 برابری، یعنی تصویر بسیار واضح و در واقع چشمگیر. و لازم به ذکر عزیزان، اگه یادتون باشه مسئولان سپاه و ارتش در گذشته این سیستم رو یه دارایی قابل توسعه نامگذاری کردن، یعنی اینکه ساخت اون بومی و بسیار ارزان هست. روسیه احتمالاً تعداد بالایی از این پهپادهای تهاجمی نظارتی رو هم در اختیار داره. با توجه به اینکه به ادعای فرماندهان قسمت اعظمی از قطعات اپتیکا ساخت ایرانن، امکان تحریم تولید توسط غرب تا حدودی غیر ممکن به نظر میرسه. آقا یه جمله از حاجی دموکرات بگم در وصف این پهپادها که خیلی خفن و اصلا باران حقه. کل ناتو اومد پشت اوکراین، روسیه تو باتلاق گیر کرد. ایران بهش پهپاد داد، کل ناتو تو باتلاق گیر کرده. همین جمله رو بفرستین واسه خود تحقیرها کف و خون قاطی میکنن. اما در همین زمینه به این خبرم دقت کنین که به نظر میرسه پوتین زده به سیم آخر. نیروهای هوافضای روسیه هواپیمای جدید پیشرفته ISR خودشون رو در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کردن. هواپیمای شناسایی TU-214R که واسه انجام شناسایی الکترونیکی و راداری در فواصل 400-500 کیلومتری طراحی شده، در 22 سپتامبر مستقر شده. یکی از این هواپیماها با علامت تماس RF-64514 از فرودگاه کازان بلند شده و چندین پرواز آزمایشی رو هم بر فراز بخش غربی روسیه انجام داده. خب در مورد قابلیت‌های این هواپیمای جدید باید بگم هنوز جزئیاتی در دسترس نیست و تنها چند سال پیش وارد خدمت شده و مقامات روسیه در مخفی نگه داشتن مختصات این هواپیما خیلی تلاش کردند. به هر حال این هواپیما زمانی که روسیه اونا رو تو سوریه در سال 2016 مستقر کرد، رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی گزارش دادن که این هواپیما واسه جاسوسی از تجهیزات آمریکایی مستقر شده و اونا رو به سیستم دفاع هوایی روسیه منتقل کرده. و طبق این صحبت‌ها باید بگم که روسیه در حال آماده سازی حملات گسترده‌ای به اهداف اوکراینی و همچنان به کارگیری هوانوردی خودش در مقیاس بسیار بزرگتر در بحبوحه تشدید تنش اعلام شده با بسیج نسبی روسیه هست. دوستان از اتاق فرمان هم اشاره می‌کنن که یه خبر همین الان به دستمون رسیده و خیلی خفنه. سپاه حمله به مقرهای گروه‌های تروریستی کموله و دموکرات در اقلیم کردستان عراق را از سر گرفته. این بار علاوه بر توپخانه از پهپاد هم استفاده شده. توپخانه سپاه پاسداران همچنان در حال شخم زدن گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب در خط مرزی ایران و عراق. نیروی زمینی مقتدر سپاه پاسداران علاوه بر توپخانه از پهپاد و تسلیحات هوشمند نقطه‌زن لیزری برای کوبیدن مقر این گروهک‌ها استفاده می‌کند. یگان توپخانه‌ای و پهپادی نیروی زمینی سپاه با بکارگیری تسلیحات هوشمند و نقطه‌زن، مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق رو مورد هدف قرار دادن. بله، دوران بزن و در رو تموم شده، از همینجا تا باکو هم پرانتز. خب دوستان در این زمینه هنوز ویدیو یا جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما قول میدیم به محض اینکه خبر یا ویدیوی بیشتری به دستمون رسید با شما به اشتراک بذاریمش. در همین زمینه جا داره این کلیپ رو هم ببینیم. گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. این دور ریست که شما بگید میزنیم و در میبین نخیر، باتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه. ما دنبال خواهیم کرد. گفتم دوران بزن و در رو تمام شد. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.